آریان غلامی شطرنج باز نوجوان تیم ملی ایران که در مسابقات بین‌المللی اخیر از رویارویی با حریفی از رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود، ظهر امروز به همراه خانواده خود با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد و مورد تقدیر ایشان قرار گرفت. بالاخره امروز به آرزوش رسید و به دیدار محبوب رفت. ورزشکاری که دلار را کیش و ظلم را مات کرد تا شکستی دیگر در کارنامه رژیم صهیونیستی، این بار در جبهه شطرنج رقم بزنه. شطرنج باز 17 ساله‌ای که در رقابت‌های بین‌المللی ریلتون سوئد اولین نرم استاد بزرگی شطرنج را طی کرد و در بخش بلیتز به عنوان نایب قهرمانی رسید. اما اوج حرکت جوان ایرانی در روبرو نشدن با ورزشکار رژیم صهیونیستی بود. به بخش سری هم که از شش بازی شش تا برده بودم که خوردم به نماینده و در حالی که در صدر جدول بودم به مقام نایب قهرمانی رسیدم. تنها بودم اونجا دیگه. یه بازی سری بود و بعد دو سه دقیقه تصمیم میگرفتیم. منم به داور گفتم اگه اینطور باشه اصلا نمیخوام بازی. مجموع جوایز بودن 10000. لحظه که فهمیدم اسرائیل، میدونستم که دیگه وقتی بازی نکنم و همه مثلا میپرسندم چرا این کار کردی، چرا این... ولی خب من دوست داشتم. آریان غلامی نشان داد شطرنج زندگی و انسانیت و اعتقاد رو بهتر از بازی روی صفحه شطرنج بلده. او که با انصراف از مبارزه با نمایندگی رژیم صهیونیستی مدال طلا و دلارها را از دست داد، مدال انسانیت و افتخار را برگردن آویخت.